آتش سوزی گسترده در پایتخت. آسمان کابل هم از دود این آتش سوزی ابرآلود شده و جاده های نزدیک به این حادثه هم غبار آلود. ساعت 11 بامداد روز شنبه آتش سوزی در همین سرای رخ می دهد. رفته رفته شعله آتش سنگین تر می شود. دوکان ها و مالگدام ها در این سرای همه آتش گرفتند. ساعت ها می گذرد اما آتش سوزی هنوز هم در اینجا در ساحه مندوی شهر کابل جریان دارد. در این سرای که ظاهراً کفش و دیگر اجناس مورد ضرورت مردم می باشد، به دلیل نامعلوم حریق گردیده است. باشندگان این ساحه هم تلاش دارند تا مالهایشان را از اینجا تخلیه کنند و اطفایه ها هم به گونه گسترده تلاش می کنند تا آتش سوزی را خاموش کنند، اما رفته رفته دامنه آتش سوزی وسیع تر می شوند. اطفایه ها هم حضور گسترده دارند. از هر سو تلاش می شود تا آتش مهار شود، اما با گذشت هر دقیقه شعله آتش فراختر می شود. مغازه‌داران همجوار با محل حادثه نیز بی حد تلاش دارند تا از هر راه ممکن مالهایشان را از آتش نجات دهند. ریاست اطفایه هم پس از ساعتها موفق نمی شود این آتش سوزی را خاموش کند، تا جایی که بخش اطفایه ارتش ملی برای کمک به محل می رسد. مردم تباه شد، برباد شد، دولت هیچ فکرش نیست، مردم غریب نیست. اونا هم کوشش میکنه که مردم هم تو شده بره. یک ساعت دو ساعت مکمل این جریق داشت، بسیار دو دکان در گرفته بود، هیچ اطفایه درک نداشت. وقتی که مکمل سرای در گرفت، اطفایه آمد، اطفایه چیز کردن نتونست تا که موتورهای اردوی ملی آمده میشه آمده. مردم هم خسته و هم نالان، چهره هایشان را دود و خاکستر گرفته، اما در تلاش بیرون کردن مالهایشان از گدام های نزدیک به محل آتش سوزی هستند. 142 دقیقه بعد اطفایه رسیده، اطفایه را میگه ما به در اطفایه چرا نامد، میگه که ما ساحه را بلد نیستیم. یک ساعت میشه با حضور نمی چهار دکاندار ما تلاش کردیم که تو اطفایه را به زور قلق گل کنم. اطفایه یک ساعت برای ما 142 دقیقه بعد در این ساحه اطفایه رسیده. میگویند شعله آتش سه سرای دیگر را هم پوشانیده و مردم نیز مقاومت بیشتر در این ساحه را ندارند. این آتش سوزی میلیون ها دلار خسارات مالی بر دوکانداران این سرای ها وارد کرده است، اما هنوز هم مشخص نشده این آتش سوزی به کدام دلیل رخ داده است. این آتش سوزی نمیفهم که چی علت است. اول از یک کنج در گرفت، یک گدام در گرفته بود، تا وقتی که ما خبر شدیم رفتیم دستربم دیدیم که آتش سوزی زیاد شده رفت. تا شدیم که ما خود دکان ما را خبر کردیم، کتابچه خود بکشیم، تا وقت مکمل سرای در گرفت. از اول در گرفتن تا آخر نیم 20 دقیقه، در ظرف 20 دقیقه مکمل سو دیگه چیز گفتن نمیتونم. گدام ما در گرفت، دکان ما در گرفت، نتونستیم دستپای کردیم، میخواستیم چیز بکشیم کشت نتونستیم دیگه. هیچ گفتنی ندارم دیگه، خداوند خودش فیصله کنه. و اینکه گناه ما چی بود ما معلوم نیست فعلا. از آخر سرای در گرفت ما معلوم نشد. سرانجام پس از چندین ساعت آتش سوزی آهسته آهسته شعله های آتش رو به خاموشی می رود. این آتش سوزی به چه دلیل رخ داده؟ باشندگان این محل و دکانداران این محل می گویند خسارات زیاد مالی برای آنان وارد شده است. اجمل هاشمی، نورین، کابل.